گزارش مؤسسه فریزر کانادا که از سال 1996 تا به امروز هر ساله از وضعیت اقتصادی کشورها گزارش مفصلی میده، امسال هم یک گزارش داده از وضعیت آزادی اقتصادی در کشورها. 162 کشور رو مورد بررسی قرار داده که متاسفانه در این بررسی ها کشور جمهوری اسلامی ایران در رده 130 قرار گرفته. ملاک تشخیص این ردبندی ها در نظرسنجی یا نظردهی مؤسسه فریزر کانادا که خیلی مشهور الان در جهان بعد از 20 سال 22 سال، جذب سرمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی، درآمد سرانه و خط فقر هست که این 4 مورد ملاک سنجش ردبندی آزادی اقتصادی در کشورها قرار میگیره که همونطوری که اشاره کردم ایران در رده 130 قرار گرفته، 130 کشور هست. در این گزارش درآمد سرانه کشورهای رده اول ردبندی مؤسسه فریزر کانادا 40,000 دلار یا 40,000 و اندی دلار، 40,376 دلار درآمد سرانهشون هست و کشورهای پایین که کشورهای فقیر محسوب میشن 10,000 دلار یا 10,660 دلار درآمد سرانهشون هست. در گزارش مؤسسه فریزر کانادا اومده که متوسط امید به زندگی در کشورهای پیشرفته یا کشورهای رده اول حدود 79.5 یعنی 80 سال هست و در کشورهای رده پایین در رده های از ایران به این طرف 64.4 نظیر 65 سال هست. تفاوت امید به زندگی در این کشورها مورد توجه مؤسسه قرار گرفته و قابل توجه است. حدود 20 خورده سال امید به زندگی یعنی عمر متوسط مردان و زنانی که در این کشورها زندگی میکنند در گزارش مؤسسه فریزر مشهود بوده. جالب این هست که کشور همسایه ایران یا نزدیک ایران که به جزو 10 کشور اول هست، گرجستان هم هست. گرجستان، جمهوری گرجستان در قفقاز جزو 10 کشور اولی است که وضعیت آزادی اقتصادی در اونجا کاملا مورد تایید این مؤسسه فریزر کانادا قرار گرفته. و اما روابط خارجی جمهوری اسلامی یا اونچه که در خارج از کشور در مورد جمهوری اسلامی یا مقابله با جمهوری اسلامی انجام میدن، غیر از آمریکا، اسرائیل و عربستان و کشورهای عربی دیگر، امروز هم یک بیانیه 3 وزارتخانه مهم کشور فرانسه، وزارتخانه کشور، خارجه و اقتصاد دارایی یک بیانیه صادر کردند و در این بیانیه اعلام کردند که دارایی‌های اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم، دو تبعه ایرانی، و وزارت اطلاعات یا نهاد امنیت داخلی وزارت اطلاعات در فرانسه توقیف می شود. توقیف این دو نفر و اموال این دو نفر با صدور یک بیانیه از طرف کشور فرانسه خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست و یک شتابی میده به نزدیکی فرانسه به آمریکا و کشورهای دیگر مخالف جمهوری اسلامی. و وضعیت اقتصادی ایران که در حاله از التهاب و تنش و تشویش و نگرانی و امید و همه این چیزها به سر میبره، موجب شده که اقتصاددانهای کشور برای بار دوم یک نامه بنویسند به سران سه قوه اداره کننده جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس. در این نامه، در مقدمه این نامه، هدف اصلی امضا کنندگان این نامه طرح این تقاضا از سران محترم قوای سگانه است که لطفاً از بروز یک فاجعه ملی جلوگیری فرمایید.
این آغاز نامه این اقتصاددان ها به سران سه قوه است و اگر خلاصه بکنیم از نامه این اقتصاددان ها رو این هست که پرسش نگران کننده این اقتصاددان ها این هست که با افزایش شدید بیکاری و تورم خانواده های کارگری با حداقل دستمزد حدود 1,000,000 تومان چگونه باید روزگار سفری کنند. بر اساس گزارش های جدید جهانی خط فقر شدید مصرف یک خانواده 3 نفره به میزان 170 دلار در هر ماه مشخص شده. در این صورت با استقرار دلار حدود 9000 تومان به بالا حداقل نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق رسیدند. این توجه اقتصاددان ها به مسئولان بوده و در قسمتی از نامه این اقتصاددان ها خطاب به رؤسای سه قوه آمده که محاسبات نشان می دهند در شرایطی که فقط 15% از کل مصرف خانوارها در سال 1396 و حدود 10% مصرف کالاهای ضروری خانوارها در همین سال منشأ ارزی دارد، استمرار نااطمینانی با روند کنونی سیاستگذاری قیمت ارز تورم را بالای 60% افزایش خواهد داد. و چنانچه به این تصویر سوء تدبیر و مدیریت غلط بازار کالاهای اساسی و قدرت قیمتگذاری دلبخواهی عرضه‌کنندگان و دلالان در داخل را نیز بیفزاییم، در صورت عدم توجه بایسته به توصیه های مشفقانه کارشناسی نگرانی برای ماهای پیش رو تشدید می شود.